حالا که دیگر مرغ طوفان نیست، سردار فرداهای ایران کیست؟ شب کورها شادند و در پرواز، در شهرشان امشب چراغانی است. حالا که دیگر نیست انگار میدانیم، او چون عقابی پیر تنها بود. ما در حصار خیشتن بی او، او در گریز از خیش با ما بود. آن شب که ایران خسته از فریاد، در دستهای او رهایی یافت، ما بی خبر از وحشت تاریخ رفتیم و تنهایش رها کردیم. او صبح صادق بود و ما مسحور بر فجر کاذب اقتدا کردیم. حالا که دیگر نیست، حالا که جایش بین ما خالی است، انگار می دانیم او روشنایی بود و بیداری، معنای آزادی و هوشیاری. یک لحظه بود اما چه بسیار. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 25 دی ماه 15 ژانویه، به شما سلام میکنم. شعر زنده یاد دکتر بختیار رو خوندم، شعری که در لحظه ذبح اسلامیش براش سروده بودم، به یاد 25 دی ماه، یک روز قبل از رفتن شاه. بعد از ظهرش در خدمت او بودم، در نخست وزیری. رفتم خانم کلانتری، گفت برو تو، برو تو، الان کسی نیست. پری کلانتری نازنین همیشه همیشه هرگاه رفتم درها رو برون باز میکرد. یاد این مرد بزرگ رو در تاریخ زنده بداریم. یه نکته رو براتون بگم، کتابی میخونم، فوق العاده کتاب جالبی است و حتما میام اینجا یک روز بحث میکنم راجبش. این کتاب در واقع فاصله است بین کنفرانس پاریس بعد از جنگ جهانی اول و قرارداد 1919. بابا بریم مردان سیاسیمون رو بشناسیم. این فرصت من کمه، ولی این برنامه رو حتما انجام میدم. این قاب و خاطره باید، من مسئولیت دارم، وظیفه دارم در برابر فرزندانم، در برابر نسل جوان. ما بد کردیم. دیروز یه مقاله میخوندم از هوشنگ اسدی، همکار و دوست عزیز. او در کیهان بود، من در اطلاعات. مقاله نوشته بود درباره زنده یاد فرهمند، یکی از بزرگان ما، اهل قلم و روزنامه نگاری، بسیار قشنگ. یه جاش که من خیلی منو گرفت، نوشته بود که فرهمند از روزنامه میرفت، بیلیارد دوست داشت، عاشق بیلیارد بود، میرفت بیلیارد. بعد اشاره کرده اون طرف اپرا داشت اجرا میشد، اون طرف ویوالدی رو میزدن، این سوسن است که میخواند تو کافه. سینمامون بود، کافمون بود، مشروب فروشیمون بود، مسجدمونم بود، کتاب فروشیمونم بود. شاملو هم شعر میگفت، کتاباش هم چاپ میشد. اخوانم همینطور، دکتر براهینی هم همینطور، ناصر وسوقی هم اندیشه هنر رو میداد بیرون، آرش هم در میمد گهگاه، اسلام کاظمی همت میکرد. به هر حال بودن، کتاب های ما در میمد با جوانترها، بچه ها. واقعا چمون بود؟ چمون بود؟ داشتم، خب هزار عیب داشت رژیم گذشته، اما اون فضایی که ما توش زندگی میکردیم فضای قابل تحمل و عالی بود. شبمون رو داشتیم، جلسمون رو داشتیم، کانون نویسندگان رو داشتیم که متوقف شدنش مقدار زیادی به دست خود بزرگانش بود. دکتر نوری‌علا داره تعریف میکنه. چمون بود ما؟ وقت بختیار اومد برای ما، ما بهش پشت کردیم، رفتیم سراغ یه آدمی که از قرن تسعمه اومده، رفتیم سراغ اصحاب کهف که بیاد کشورمون رو برگردونه به عقب، که امروز محسنی اژه‌ای فاسد آلوده بیاد ایراد بگیره از
آقای جنتی وزیر ارشاد که جنتی حدی نیست، کسی نیست. تو چی گفته جنتی؟ تو مصاحبه با الجزیره انگلیسی گفته قوه قضاییه هم باید تحول پیدا کنه. سوال میکنه ازش قوه مجریه که حالا متحول شده، آیا قوه قضاییه هم متحول میشه؟ گفته رئیسش بالاخره بوده، ولی باید، یعنی به یه اشاره که اینا باید برن. ولی تو سید علی خامنه ای هست، قوه قضاییه اصلاح نمیشه. فاسدترین آدم ها رو میذاره اونجا. صادق لاریجانی لیاقت اداره دستگاه قضایی کشور ایران رو داره. اون قضات با شرف و شرافتمندی که داشتیم، اونا رو که اینا همه خانه نشین کردن رفتن. میر شمس شهشهانی کجاست و امثال او، حتی هادوی رو تحمل نکردن اینا. یک مش آخوند دزد فاسد اومدن نشتن تو دستگاه قضایی ما. حداد، قاضی حداد، قاضی دهنوی، قاضی زهرمار بیگی، دونه دونه میبینیمشون کیا هستن. سعید مرتضوی آلودگار ممنوع الخروجش میکنن. چقدر آقای خامنه ای به این امکان داد؟ چقدر این آدم رو بالا کشید؟ ما با یک رژیم دروغ زن شالاتان به معنای واقعی روبرو هستیم. نمیخوام این کلمه رو زیاد به کار ببرم، ولی گاهی عصبانی میشم من. مردک محسنی اژه‌ای آدم دزدی که فقط کاری که با برادران افراشته کرده کافیه یه نفر رو تو هر کشور دنیا باشه ابد و در تو زندان بندازن، با یک شوفر به نام علی آقا. اینا رو بگیره شکنجه بده، برج رو از دستشون دراره، بیاره برای بالای خودش پنتهاوس درست کنه که شبا بره عیاشی. بعد این آقا میشه سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران. یعنی جای بنی صدر نشسته این، یعنی جای حاسد جوادی نشسته، یعنی جای دکتر مبشری نشسته، جای دکتر علی آبادی نشسته. آدم اینا رو که میبینه. حالا آقای پدرزن مربوطه، پدرزن مربوطه میدونی ناصرالدین شاه دختراشو که میداد به بعضی ها، اینا دامادای شاه میشدن. اینا موقعی که مخبر السلطنه میگه وقتی میخواستن تو رخت خواب برن، از پایین تخت باید دوزانو دوزانو میرفتن که شاهزاده خانم دختر شاه اجازه بده بیان بالا. و بعدم که خب آقازاده هاشون هم که باز شکل دیگری داشتن، اگه داماد کسی میشدن دیگه یارو کلاشو میداخت بالا و چی میشد. حالا عالی جناب پدرزن، بگذارید براتون تعریفش کنم. این عالی جناب پدرزن قبل از انقلاب پدری داشت، آدم بسیار محترم، آدم خیه، بازرگان ساده بود ولی آدم خیری بود، کمک میکرد. برادری هم داشت که بسیار انسان خوبی بود، یعنی در واقع دوتا برادر، یکیشون بسیار آدم خوبی بود. این آقای پدرزن مربوطم اهل تحقیق و دانش و دنبال بحث و فحص بود، خیلی هم دلش میخواست دوروبر شخصیت هایی مثل زندیات دکتر زرین کوب، مثل استاد بزرگوارم خداوند سلامتش بدارد و عمر دراز عطا کند، دکتر احمد مهدوی دامغانی عزیز و بزرگوار، دوست داشت کیف کشی بکنه، دنبالشون بره و خود رو به نوعی نشون بده. نه مسلمان چنان بود، نه نماز جماعت میرفت، نه انقلابی بود، هیچ کدوم اینا نه. تقریبا توق انقلاب شد. این آقا یه دفعه چهره عوض کرد. این آقا یه دفعه مسلمان دو آتیشه و ذوب در ولایت و بعدم هم مقامات نان و آبدار، ریاست فرهنگستان، ریاست فلان نصیب آقا شد. یادم گرفت جورابش، لباس زیر شلوار کشش از مارک اسپنسر باید بخرید از لندن. این آقا نشسته، یه نفر از گوینده های تلویزیون گفته اسمس، حالا چرا پیامک گفته اسمس؟ تشکر از حاج عزت که اینو بیرونش انداخته، جناب آقای سردار، سرتیب، مهندس زرقامی.
که آقا خیلی خوب کردی اینو بیرون انداختی. صبح تا شب واژگان بیگانه رو به کار میبرن، زبان فارسی رو اصلا به کلی آلودش کردن. گاهن همین آقای عداد عادله که استاد ادب و فرنگستان، از زبانش واژه غلط گاهن رو شنیدم. معلمش بودم 20 تا چوب میزدم کف دست. قدیم کف دست گاهن. کلمات عربی رو بلغور میکنن بدون اینکه معنیش رو بدونن. و این آقا میاد تشکر از حاج عزت میکنه که چقدر کار خوبی کردی که یارو رو بیرون کردی به خاطر اینکه این بدبخت یه بار کلمه پیامک رو به کار برده. شما فکر کنید که انسان در رفتار خودش آدم باید کجا برسه که یه همچی حرفی رو بیاد عنوان کنه. به هر رو ببینید چی میفرمایه آقای عالی جناب غلام علی خان حداد عادل، استاد پروفسور نابغه. ملاحظه بفرمایید. صدا و سیما چقدر نابجا از لغات فرنگی در اصطلاحات ورزشی استفاده میکنید. در خبر، همین خبری که امشب قبل از برنامه ما پخش میشد، شما به جای جام میگید لیگ، به جای جام برتر گاهی میگن سوپر لیگ، گاهی میگن سوپر جام. چه دلیل داره که صدا و سیما این کلماتو به کار ببره؟ من از آقای زرقامی تشکر میکنم که ایشون خیلی با فرهنگستان همراهی و همکاری میکنن. ایشون خودشون چند وقت پیش برای من تعریف کردن که یکی از مجریان برنامه ها رو از کار برکنار کرده بودن به علت اینکه اصرار داشته که به جای پیامک بگه اسمس. آقای زرقامی میگه من از منزل به صدا و سیما زنگ زدم، گفتم به این دوست محترم ما بگید نگه اسمس بزنید، بگه پیامک کنید، ولی او باز اصرار داشت. آقای زرقامی گفتن من فردا قطع همکاری کردم از اون جوان با اینکه بهش علاقه هم داشتم. خب وقتی رئیس صدا و سیما اینطور اصرار داره، قطع همکاری کردم، یعنی یک آدمی رو از نان خوردن و زندگی انداختم چون به جای پیامک گفت اسمس. اون وقت خود آقای زرقامی سخنرانیش رو درباره پروی هنرمندان تئاتر و سریال سازا گوش بدید بینه چیشی میگه. همین حضرت آقای حداد عادل که خیلی جوش زبان فارسی رو میزنن، بهتره که از این کلمات آب نکشیدهی که دارن وارد زبان فارسی میکنن دست بردارن. پیامک، رایانه، رسانه، اینا چیزایی بود که زنده یاد داریوش همایون درست کرد، یا عزیزمون دکتر داریوش آشوری. آقای حداد این کارو نکردن، خیلی منو عصبانی کرد. حالا برای اینکه یه خود فضا عوض شه، ایران سرزمین معجزه است دیگه. پیرمردی 108 ساله لاهیجانی صاحب فرزند میشه. معجزات ایران. حالا بعضی از این تلویزیون ها هی بیاین برای مردم تبلیغ نمیدونم قرص فلان، کرم فلان، اینا رو بکنین که واقعا من خندم میگیری یه چیزایی رو میشنوم که آیا اینا واقعا مردم ما رو فکر میکنن دانش و درایت و فرهنگ ندارن؟ آقا این قرص رو بخور دو روزه، 80 ساله تو میشه 40 ساله، بیا این کرم رو مصرف کن، بیا این یکی قرص رو بخور، اعتیادت سه شبه با سه سوت میره، بعد این یکی رو هم بخور برای اینکه شاداب بشی، این یکی رو بخور برای اینکه خماری نداشته باشی. یه سایتی رو نگاه میکنم خیلی بامزه بود، یک جایی بود نوشته بودن برای ترک اعتیاد، افراد مشخص بود و آقای حسینی ترک دهنده محمد آقا، محمد آقا رو گذاشت، محمد آقا از خماری داشت میمرد، یعنی همونجا محمد آقا رو زمین میفته. بعد گذاشت. حالا نگاه کنیم این پیرمرد 108 ساله لاهیجانی که مردم لاهیجان رو سرشون رو به عرش رسوند که آقا مردی چنان مردستان میباید داشت. بله ببینیم. ترین مرد قایم شهری صاحب فرزند شد. بنده حاجی نورالله رهبر اومد همه قایم شهر، ساکن بیبی کلا. این مرد تولد 11 فرزندش رو تو سن 108 سالگی جشن میگیره. سن 108 سال.
شغل کشاورزی همش زندگی خوب آخدم از خودش از قسم خودش. قایم شهر، قایم شهر چیه؟ شاهی، شهر شاهی. اینا بدر شارود هم کردن امام شهر، امام رود. مردم شارود گفتن لطفا اینجا شهر شازده عزودی، اینجا شهر آقایان هاست، ما در این شهر شما نمیذاریم از این کارا بکنه. همین آقای سید محمود هاشمی شارودی برادر داشت، روحانی بود، مرد محترمی، سالها بیش در گذشت، به دنیا پشت و پا زده بود، اصلا واقعا رفته بود توی دنیای عرفانی خودش. ما از آن باده کشانیم. همای شیرازی پدر استاد جلال الدین همایی یه شعر داره: در خور مستی ما رطل و خم و ساغر نیست، ما از آن باده کشانیم که دریا زده. جای دیوانه شو در شهر ندادند، همای من و دل چند گهی خیمه به صحرا زده. اون برادرم رفت شاهرود. مردم شاهرود مردم نازنینی هستند. خاندان آقایان در اونجا واقعا شخصیت‌های برجسته، خدا رحمت کنه، زنده یاد عبدالهادی آقایان، سردفتر 47 تهران، دوستان نزدیک پدرم، یار دبستانی، او استاد بزرگوار دکتر مهدوی دامغانی، مرحوم دکتر سید محسن بهبهانی، اینا انسان های نازنینی بودن، مرحوم زکایی و نماینده مجلس شد مرحوم آقایان، دفتر 47 تهران داشت، منشی مجلس بود تا آخرین دوره، نماینده شاهرود. بله، بریم سراغ آقای روحانی و سفرش به خوزستان. در دوران ریاست جمهوری ایران، در ادامه ظلم هایی که به هموطنان عرب ایرانی ما میشه، تعدادی از جوانای اونجا رو کشتن به اتهامات واهی. تجزیه طلب، کجا تجزیه طلب؟ عرب ایرانی از زمان شاپور زولکتاف تو اینجا یا قبلش بوده، حالا میاد تجزیه طلب بشه؟ از ایران میخواد جدا بشه که چیکار کنه؟ بره بچسبه به عراق، جزو ایالت بصره بشه؟ نه، تجزیه طلب نیست. بچه هاشو داد کشته شدن، جلو صدام ایستاد، فرش قرمز برای صدام نداشت، نارنجک پرت کرد جلوی تانکش، بچه هاشو بکشتند. اینا چیکار کردن؟ زمینشو گرفتن، آبشو بستن، به بهانه اینکه اینجا مین روب مینه منطقه نظامی کردن، یک قرون هم درآمد نفت رو بهش ندن، نفتی که اونجا میاد، نه به عرب دادن، نه به لور ایرانی دادن، نه به بختیاری دادن، و همه اونایی که در استان خوزستان هستن. حالا آقای روحانی رفت اونجا، اولا به زبان عربی باشون حرف زد، به نوعی پذیرفت که آقا ما با این تنوع زبانی و قومی زیبا هستیم و این تنوع چیزی بر ضرری به استقلال ما نمیزنه. چه اشکالی داره عرب ایرانی شعر نزار قبانی رو بخونه، شعر احمد شاملو رو بخونه؟ چه اشکالی داره روزنامه داشته باشه که به زبان عربی در میاد و روزنامه هم فارسی هم کنارش با هم بخونه؟ چه اشکالی داره فرزندش تو مدرسه در کنار زبان فارسی که زبان ملی همه ما هاست، زبان عربی مادریش هم یاد بگیره؟ همینطور آذربایجانی، همینطور کرد، بلوچ، ترکمن. چرا ما نباید زبانهای بومی و اقلیمی رو خوشحال باشیم؟ من بارها گفتم اگر ما این کار کرده بودیم، امروز سفیر میخواستیم بفرستیم به اردن، به عربستان سعودی، کسی میفرستیم که زبان عربی بلد بود، نه یه آخونده که موقعی که میخواد عربی حرف بزنه توی یک، خدا رحمتش کنه، یه روحانی بود، اسمشو نمیارم، تو نجف سیگارشو گذاشته بود به لبش، اومد جلوی یکی از این سیگار فروش و دست فروش و گفت یا حاجی بل آتش سیگار، یا روی نگاهی که گفت حاجی آقا ما فارسی هم بلده ایم، بابامون هم اصفهانی بوده، اسم خودمون هم اصفهانی. این کبریته، بگو البت کبریت، همین میفهمیم چی میگیم.
کبریت هم اون وقتا تو عراق خیلی جالب بود، کبریت ها کوچولو بود، بعد شمی بود، یعنی بدنه کبریت چوب نبود، شم بود، و سرش خب میزدی، خیلی کبریت های خوشگلی بود وقتی روشن میشد. باری از اینا من زیاد دیدم. یک هیئت هم گفتم رفته بود سوریه، رئیس هیئت باز یک آخوندی که معلم زبان عربی هم بود، بلند شد میخواست بره خلاصه دستشویی، بلند شد و گفتش که یا اخی وین المستراح، یه نگاهی بهش کرد گفت استره، یعنی همیشه استراحت کن. اون نفهمید که میگه همیشه استراحت کن، استره اینجا یعنی استراحت. بعد گفتش که اهدنا صراط المستقیم، یعنی فکر کرد الان بهش بگه مثلا این صراط مستقیم یعنی راه راست بهش راه بره. اینا عربی افزدن شما میده. حتی آقای خمینی وقتی عرفات اومده بود سید حسین ترجمه میکرد، آقای خمینی اصلا گفت السلام علیکم یا ابو عمار، حسین برگشت گفت آقا حاج آقا داری مخاطب میگی باید بگه ابا عمار. آقا که حالا کتاب به زبان عربی هم میدونش، منطقه کتاباشون چیه؟ موقعی که نمیدونم نمازتون شک کرد دوباره بخونین. این عربیشون در همین حده. احمد و که یا من یرفا و این صفران الفی شر و لومه میخونین. در هر حال آقای روحانی رفت و اهالی خوزستان حداقل در اهواز اون ترکیبی که جلوش استاده بودن قشنگ بود، برای که این ترکیب نشانه اولا تنوع خود استان خوزستان بود، اینکه اقوام مختلف در اونجا هستند، عرب های ایرانی هستند، لورها هستند، بختیاری هستند، لورهای بختیاری هستند، از اقوام مختلف. حال نگاه کنید تصویرش خیلی قشنگ بود، بعد به زبان عربی هستند و فی فرصت غریبه انشاءالله دوباره در فرصت جدید نزدیک ببینم. ممنونم از پذیراییتون، از و ارجو ان تتعبرونی واحدا منکم، آرزو میکنم منم یکی از خودتون بدونم. فردا فردا به محبت و اقول لکم بارك الله فيكم وصدق على طريق الحق خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقداماتتون در طریق حق باشه. من معتقدم این دعا رو بیشتر برای خود آقای روحانی باید کرد. حاج آقا به حرف مردم بسنده نمی کنن، مردم عمل می خورن، همونطور که خارجی ها بهتون گفتن عملتون نشون میده که شما صادقید یا ناصادق. عمل بکنید تا ما متوجه بشیم که شما حرف درست دارید میزنید. خب امیدوارم آقای روحانی واقعا به مردم اگر وعده هایی میده سر وعده هاش بیسته. شوخی با مردم نکنید، مردم دلگیرن از شما، آزردن از شما، و مردم انتظار دارن که شما متوجه باشید. یک داستانی که خیلی برای من جالبه و بهش توجه دارم اینه، تا شما صحبت از حقوق مردم ایران میکنید، این حقوق مساویه دیگه، یعنی 75 میلیون ایرانی حقوق مساوی دارن، چه اون پیرمرد 108 ساله لاهیجانی، چه هموطن آذربایجانی ما، چه هموطن کردمون، بلوچمون، کرمانیمون، ترکمنمون، بختیاریمون، قشقاییمون، بایراحمدیمون، شاه سفرمون، همه اینا، از این 1,648,000 و اندی همه یکی سهم داره. سید علی خامنه ای سهم بیشتری نداره. مذهب کسی که مذهب سنیه سهم کمتری نداره. یهودی نداره، بهایی نداره، مسیحی، زرتشتی، بیدین، همه دارای سهم مساوی هست. بنابراین همه جای ایران سرای من است شعار نیست. هموطن عرب من، بلوچ من، آذربایجانی من، ترکمن من، خراسانی من، کرمانی و یزدی و کاشی و همدانی من، همه باید احساس کنن گیلانی من، تالش من، حس کنن با همدیگه سهیمن. این ملک مشاعه از
تمام این برکات این سرزمین بهره میبره. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم بریم به مصر. چقدر زیباست مصر الان. بله خانم آریانا خواننده افغان. من داشتم تلویزیون افغانستان میگم که الان بی بی سی هم مستقیم از اونجا پخش میکنه و دیدم یه ذره آزادی چقدر فضا رو عوض میکنه. دخترها و پسرهای جوان افغان رو میدیدم تو مسابقه افغان آیدل شرکت کردن، تو مسابقه بهترین صداها فلان. و تو کابل که هنوز خب خیلی از این جانوران طالبانی ورانورش میپلکن، ولی یه ذره فضا رو عوض. با خدا پدر آمریکا رو بیامرز، واقعا خدا پدرش رو بیامرز. عراق هم میتونست اینجوری باشه اگه آقای مالکی نخست وزیر نبود.
مشکل اینه که حزب دعوه یه چیزیست مثل طالبان، اونتا شیعش وچشی کروات هم میزنه، بله مثل اخوان مسلمین وچه شیعش، اون وقت شیعیان مترقی باید کنار باشن، یعنی نباید تو بازی باشن. من همیشه میگم سه حسرت برای سه ملت مون. افغانستان برای از دست دادن دکتر نجیب الله، اون مرد بزرگ، مردی که آرزوی سعادت و سرفرازی افغانستان. عراق برای از دست دادن دکتر عیاد علاوی، نذاشتن پروژهشو کامل کنه. و ایران تا ابد به یاد زنده یاد دکتر شاپور بختیار خواهد بود، مردی که عاشقانه ایران رو دوست داشت، مردی که میخواست به سلطه چکمه و نعلین پایان بده. آقای محمد جواد ظریف با ظرافت یک جای روشنفکرانه صفحه فیسبوک مینویسه، سوگ مادرش رو به اون زیبایی اعلام میکنه، از درد کمر که مینالد نالش رو مشترک میکنه با ملت ایران که از استبداد مینالن. بعد پا میشه میره سر قبر عماد مغنیه، یه تروریست و آدم کشی که این همه آدم کشت، مسئول کشتن 270 تفنگدار دریایی آمریکایی، مسئول کشتن صدها تن در لبنان، در جاهای دیگه، در کویت، در جاهای مختلف، آقای ظریف میره گل میذاره. حالا حسن نصرالله رو باید میرفت میدید، بالاخره نوکر جمهوری ولایت فقیه، باید میرفت تو زیر زمین دیدنش، تو مخفیگاهش، ولی سر قبر عماد مغنی، آقای ظریف تو دارای دکترا هستی، تو یه آدمی هستی از حقوق بشر حرف میزنی، آخه نوکری جمهوری ولایت فقیه در این حد که آدم بره سر خاک عماد مغنیه، تو به چفیه میدادن ننداختی گردنت، به زور بهت دادن، بعد میری سر قبر چفیه دار بزرگ ولی فقیه عماد مغنیه که به درک واصل شد. و این همه این جنایتکار آدم کشت و سرانجام خودش رو دید، اونم به دست همون رژیم سوریه که نوکرشون بود، چون دیدم ماجرای حلیری داره میاد رو، الان مقدمه دادگاه آغاز شده، محاکمات آغاز میشه، ببینید رسوایی حزب الله تا چند. حزب الله آقای نبیه بری الان افتاده وسط، ظریف هم رفت گفتگو کرد با بری، با وزیر خارجهشون منصور که نوکر حزب الله و عمل، و با اینا گفتگو کرد که بر سر تشکیل کابینه تمام سلام، پسر زندیات صاحب سلام نخست وزیر بزرگ لبنان، و اینا جلوشو گرفتن. بعد یه فرمول 888 پیدا کردن، 8 تا وزیر مال گروه 8 مارس، یعنی حزب الله و اون و بقیهشون، 8 تا مال گروه المستقبل و همون گروه 14 مارس، و 8 تا وسط برای رئیس جمهوری و نخست وزیر، که باز 4 تا متمایل به این ور باشن، 4 تا به این ور. آقای سمیر جعجع میگه فرمانده قوات لبنانیه، ما یه شرط گذاشتیم، گفتیم حزب الله تا زمانی که تو سوریه آلوده است ما باش تو سر میز نمیشینیم، حزب الله باید تکلیفشو معلوم بکن. آقای سینیوره دیروز رفت و دیداری با نبیه بری داشت که دیدار نسبتا موفقی بود. سعد الحریری هم از خارج پیغام داد که تلاش میکنه، به کمک میکنه به تشکیل کابینه، چون بعد باید رئیس جمهوری رو مجلس تعیین بکنه، تا تشکیل کابینه نشه، یعنی یک دولت اکتیو، نه دولت تصریف الاعمال یا caretaking government، حکومت مستعفی، باید یه حکومت اصلی باشه و کارش رو انجام بده. به هر روی آقای ظریف میره، بعد آقای ظریف میره سوریه با بشار ملاقات میکنه، با یک جنایتکار، دست میده به یک جنایتکاری که 140 هزار نفر رو کشته، کشورش رو ویران کرده. امروی دوست سوری به من میگفت حلب قدیم افتخار سوریه بود، هر کی میمد اونجا رو میدید بناهای هزار ساله، مسجدی که 1100 سال پیش ساخته، من دیده بودم حلب رو، و جاهای دانشگاه حلب، همه رو ویران کرده، با خاک یکسان کرده. و این رژیم داعش رو درست کرده، داعش مال این رژیمه، درست کرد که بگه اگه من برم این آلترناتیو من اینان، کمک کرد، اسلحه داد، پول داد که اینا برن سر ببرن. در همین
منطقه که از حلب اینا رو بیرون کردن 100 تا گور پیدا کرد، 100 تا جنازه پیدا کردن، سر بریده. بعد جناب آقای وزیر امور خارجه جمهوری ولایت فقیه دکتر محمد جواد ظریف میره کجا؟ شاه حسین. حالا البته اینجا داره مقبره عماد مقنیه رو میبینه و گل میذاره برای اون جنایتکار و ادای احترام به شهدای مقاومت. باور کنید نیمی از اینا شهدای مقاومت که نیستن، شهدای هیچی نیستن. میره آقای منصور رو میبینه وزیر خارجهشون، میره آقای رئیس جمهوری لبنان رو میبینه، باش گفتگو میکنه، با نبیه بری میشینه، به هر حال با همه اینا صحبت میکنه و گفتگو. و در این میان آنچه برای آدم خیلی قابل توجه است اینه که شخصیتی مثل آقای ظریف چگونه میپذیرد که بره و بر سر قبر عماد مقنیه گل بگذاره. این برای من همیشه سوال. نشسته با رمضان شله، کیه این؟ رئیس جهاد اسلامی، رفته سوریه دیگه. حماسی ها رفتن بیرون، نخواستن خودشون رو آلوده بکنن، از سوریه رفتن، ولی رمضان شله نوکر جمهوری اسلامی باقی موند، موند اونجا. بعد کجا میره؟ تو ایران شاه عبدالله اردنی، خب ایشون میره به دیدن ملک عبدالله پادشاه اردن. خیلی هم اظهار محبت و اظهار لطف و غیره میکنن. اگه شاه عبدالله پسر شاه حسین اردنی که امام فرمودن آن ولگرد اردنی، همون ولگردی که با فقر و با نداشتن پول کشورش رو نگه داشت، الان اردن که شما میری دموکراسی رو نفس میکشی، روزنامه آزاد، مردمی که از پادشاهشون با تمام وجود حمایت میکنن و اخوان المسلمین نتونستن کاری بکنن، میری دیدن اون که بعدم پاشه بره آقای لاوروف آقای پوتین رو در روسیه ببین. به هر حال قصه غریبی است آنچه در وطن ما میگذرد. بریم سراغ مصر. مصر بسیار برای من قابل تأمل بود. مصر دیروز و امروز معجزه کرد. داشتیم با رامی صحبت میکردیم، بحث این بود که روزی که 13 فروردین، روزی که اومدن رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه، اگر ما ملت هوشمند میگفتیم نه، آقای خمینی چی کار میتونست بکنه؟ چی کار میکرد؟ کاری میتونست بکنه؟ اول کار بود، هیچ کاری نمیتونست بکنه، باید تسلیم ملت میشد. قانون اساسی جمهوری ولایت فقیه، این بند نامبارک نامشروع ضد آزادی ولایت فقیه، اگر مردم نگفته بودن چی میشد؟ اگر اون تعداد خبرگانی که کراواتی بودن و لائیک بودن و سکولار بودن می ایستادن جلوی آخوندا چی می شد؟ حداقل کاری از پیش نمی‌رفت، تو تاریخ نوشته می شد. آقای بنی صدر باید مخالفت با ولایت فقیه می کرد، چون بلای جان خودش شد. خیلی های دیگه اونجا بودن که می تونستن مخالفت کنن، نکردن. اما مصری ها هوشمندانه به محض رفتن انتخابات انتخاب کردن. مصلحت آمریکا و ارتش اون وقت اقتضا میکرد برای جلوگیری از هرج و مرج احمد شفیق و حقش رو بخورن مثل دکتر علاوی تو عراق و بگن آقا محمد مرسی برنده شد، در حالی که شفیق مدرک داره، در اون مصاحبه طولانیش مدارک رو کرد که او برنده شد. حالا در اون وقت مردم فکر میکردن شفیق نماینده رژیم مبارک و غیره، گفتن نه حالا آقای مرسی بیاد. آقای مرسی اومد یه سال چیکار کرد؟ تمام نیروهای سکولار، نیروهای انقلابی، نیروهای پاک زد کنار، ردشون کرد و مردم در سی جوان اومدن گفت آقا نمیخوایم سی ملی. حالا سیسی شده قهرمان مردم، جنرال سیسی، عبدالفتاح سیسی برای مردم مصر امروز نمادی از امید به آینده است. یک نظامیه،
مصری ها میخوان از زمان عبدالناصر به بعد همه نظامی بودن، سادات، آقای مبارک، آقای تنتاوی، غیر از حالا مرسی که اون نظامی صد درجه بدتر، ولی سیسی بابا آقا این رفراندوم سرنوشت ما رو روشن میکنه. اخوان المسلمین تحریم کردن، اومدن داد بیداد تو خیابون ریختن، دانشگاه رو به هم زدن، دیروز بمب گذاشتن جلوی یک دادگاه، منفجر شد، دیواراش آسیب دید، ولی این مردم میگن نه، ما با تمام وجود میریم و رأی میدیم، ما برای فرزندانمون، برای نوادگانمون میریم رأی میدیم. مردم مصر استقبالی کردن دیروز حیرت انگیز، امروز همجور میگن تا 87% ممکنه رأی مثبت بدن، 47% به قانون اساسی اخوان رأی دادن، با 47% اون قانون تصویب شد و تعداد رأی دهندگان بسیار پایین بود. ولی الان نه، در مصر یک شوری آدم به چشم میخوره. این مردم اومدن روسری دار، بی روسری، نظامی، غیر نظامی، بقال، کارمند، قاضی، افسر، همه رو میبینی از بامدادان دیروز از 9 صبح تو صف بودن و امروزم ادامه اون رأی‌گیری رو خواهیم دید. و من ایمان دارم، ایمان دارم مصری ها با اکثریت آرا قانون اساسی رو تصویب میکنن، بعدش نقشه راه اجرا خواهد شد. یعنی چی؟ مرحله اول تموم شد، حالا انتخابات ریاست جمهوری، بعد پارلمانی تو 6 ماه آینده. آقای عبدالفتاح سیسی محبوب ترین فرد در مصر الان، چون اون مصری ها رو از چنگ اسلام کرواتی آمریکایی اخوانی نجات داد و مصری ها بهش نگاه میکنن. عمرو موسی مصاحبه کرد، آقای عمرو موسی رئیس اون شورای قانون اساسی بود، مصاحبه کرد عمرو موسی، خودش نامزد انتخابات بود در دوره قبل و گفت آقا من اگر آقای سیسی باشه من اصلا که نمیام، خیلی هم تاییدش میکنه. آقای احمد شفیق کسی که برنده انتخابات شده بود و حقش رو گرفتن، گفت اگه سیسی باشه من نمیام، برای که سیسی محبوب ترین فرد. آقای مصباحی همطور، نفر سوم، اونم همینو میگه. حالا دکتر ابوالفتوح و دیگران ممکنه خیالاتی، آقای عمر علی و دیگران خیالاتی داشته باشن، ولی سیسی برنده است اگر نامزد بشه. خب 4 سال میاد، همین که تداوم و سلطه میگن به این معنا که میاد نفر بعدی باز با انتخابات و تو این 4 سال مصر رو بر میگردونه رو پای خودش. مصر گرسنه است، مصر بی جهانگرد. چند روز آقای عدی منصور، این قاضی برجسته، رئیس جمهوری موقت، وقتی رفت رأی بده گفت این رأی‌گیری به سرنوشت آینده ما ارتباط داره. فکر کنید در یک جایی مثل اقصر یا لوکسور که همیشه مملو و توریست بود، هر وقت ما میرفتیم پر توریست، حتی اهرام بغل مصر پر توریست همیشه بود، الان هیچکی نیست. تو لوکسور گزارشو میخوندم، خبرنگاری نوشته بود، رفتم یارو اوورد آثار تاریخی از زیر خاک در اومده را اصل رو به من داد، گفت 500 دلار. بعد گفت گشنه ایم، هیچی نیست، مجبور شدیم اینا رو بریم دراریم بفروشیم. مردم مصر میخوان برگردن به دورانی که رو پای خودشون بودن. هر عیبی بر رژیم مبارک میگیرن، ولی رشد اقتصادی مصر از 8% پایین نمیافتاد. سال 20 میلیون توریست میرفت اونجا، شرم الشیخ شده بود قبلگاه توریستای اروپایی، تو زمستون میرفتن اونجا شنا میکردن. و اینه که مصر با یک امتحان بسیار بزرگ، امتحانی که آینده مصر رو رقم میزنه، روبروست. دیروز که با سربلندی بیرون اومدن، امروزم تا الان که بنده دارم با شما صحبت میکنم مشارکت فوق العاده است. و این رو بدونیم، آنچه در مصر رو خواهد داد تأثیرش رو بلافاصله در جای دیگه خواهیم دید. آقای ظریف یه حرفی هم زده بودن که اگر خلاصه ایران رو دعوت نکنه آمریکا، جلوی ایران رو بگیره در ژنو 2، پشیمان خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی ما میریم باز به اسد کمک میکنیم، باز تروریستای حزب الله رو میفرستیم در سوریه مردم رو بکشن، داعش رو تقویت میکنیم، گروه های جعلی درست میکنیم به اسم اسلامگرایان و میزنیم در بداغون میکنیم.
آنچه که در پاریس کنفرانس دوستان سوریه به نتیجه رسیدن اینه، ژنو دو امتداد ژنو یک خواهد بود، تشکیل یک دولت موقت با اختیار تام. حالا ممکن فاروق شهر رئیس این دولت باشه یا یکی از چهره های آقای جربا یا دیگری، ولی اسد نخواهد بود و این جنایتکار باید در محکمه بین‌المللی مثل نورنبرگ محاکمه بشه، حسن نصرالله باید محاکمه بشه، اینا هزاران سوری رو کشتن، باید اینا محاکمه بشن، اینا جنایتکاران جنگی هستن. دوستی به من میگو آقا اینقدر تون نرو، جون خودتو به خطر میاندازی، ولی یک نفر باید بیاد بازگو کنه اینا رو، یکی باید بیاد بگه. گفتم اول برنامه کتابی میخوندم، اونجا حالا میارم براتون میگم، فرانس عرفه، عرفه و دوله، سفیر بوده، وزیر بوده، همه اینا، حالا توی موناکوست برای خودش یه دانشکده پرنس عرفه درست کرده، نامه مینویسه به رئیس الوزرا وثوق الدوله، میگه وثوق الدوله حضرت اشرف، الان بعد از جنگ شرایطی ایجاد شده ما میتونیم حقوق حقه ملت ایران رو بگیریم، ما در کنفرانس پاریس که میریم باید روشن باشیم، ما باید بگیم استقلال ایران باید به رسمیت شناخته بشه، شهرهای جدا شده از ما در قفقاز، آسیای میانه باید به ما بازگردانده بشه، سلیمانیه باید به ما بازگردانده بشه، اینا جزو ایران بوده، اینا فرزندان ایران هستن. اشاره میکنه به سلسله ماتها، اشاره میکنه به خانات ترکستان و بعد میگه ترکیه عثمانی، ترکیه بعدش با تمام تلاش میکنن به اینا بگن شما ریشه ترکی دارید و جزء ما هستید، در حالی که تا زمان مغولها چنین زبان فارسی بوده اونجا و بعد هم که زبان ترکی شده مردم ایرانی هن. نمونش فداکاریاشون در انقلاب مشروطه است. ستارخان و باقرخان ترکی حرف میزدن، فارسی هم حرف میزدن، ولی به عنوان ایرانی اومدن پایتخت و اون مردم رشید و مردم برجسته بودن که جلوی جدا شدن سر ایران رو گرفتن. بعدها البته عرفه دیگه اول اون خیلی جلوتره، داریم روی 1918 و تا 20 و 22 داریم صحبت میکنیم. حالا من میارم این پاریس رو میخورم، حسین علا، حالا آقایون چپا، آقایون مخالفان رژیم گوشت، علا یه خائن، بیایم ببینیم حسین علا چه نطقی اونجا میکنه، تاریخ و عظمت ایران رو بازگو میگه. ایران یه دولت همینجوری نیست که شما اینجا دولت، نه، ایران یک تمدن بزرگه. میگه ملت من در ساختن تاریخ معمار اصلی بودن و شما به ملت من ظلم میکنید. به انگلیسا میگه چرا به زور میخواین به ما بگید مستشار فقط باید از شما باشه؟ با رئیس جمهوری آمریکا با ویلسون مکاتبه میکنه، عرفه مشاور الملک وزیر خارجه، به وثوق الدوله میرسه آقای نخست وزیر، آقا بس دیگه انگلوفیلی، چه خبره، انگلیس ها چیکار کردن برای ما؟ ما همچه آدم هایی داشتیم تو ایران، فکر نکنیم ما اینقدر بیچاره بودیم که این آدم ها بیان بر ما حکومت کنه، محسنی اژه‌ای ها، سعید مرتضوی ها، احمد جنتی ها، احمد خاتمی ها، ما در این حد نبودیم، ما جایگاه والایی داشتیم در جهان، یکی از کشورهایی است که در کنفرانس پاریس میره ایران، هیئتی که میفرستن مشاور الملک بوده، حسین علا بوده، زکال ملک فروغی بوده، انتظام الملک بوده، مردان برجسته ما، کسانی که عاشقانه وطنشون رو دوست داشتن و سرفرازی ایران رو میخواست. همین چند تا نامه رد و بدل شده بین مشاور الملک و وثوق الدوله دیدنی است. نواده میرزا سعید خان، بعد فرزند او عبدالحسین مسعود انصاری، بعد میشه سفیر ایران در مسکو، که این کتاب خاطراتش رو بخونید، 5 جلده، قصه عاشق شدنش رو در مسکو، شرایط دیپلمات که میتونه با یک زن خارجی ازدواج کنه، چه داستان، چقدر زیبا. بعد یه آدمی در وزارت خارجه با این دشمنه، ور میداره خط سیاه میکشه، آقای طهمورث آدمی هست، میزنه در داغون خرابش بکنه، خودش یه مدت کوتاه سفیر بوده.
متاسفانه ما این کینه ها عقده های انباشته شده رو علیه همدیگه به کار میبریم. طرف میاد کامنت میذاره برای برنامه من، رکیکترین فوش ها رو مینویسه. شما میتونید نظر بدید آقا من این برنامه رو دوست نداشتم، با این حرفا مخالفم، ولی ناسزا، فوش های رکیک، فوش های ناموسی، این تربیت اسلام نابه، اسلام ناب انقلابی محمدی اینجوری تربیت میکنه. هر دو وجهشا، هم وجه حاکمش هم وجه روزگاری در جوار وطنش، یعنی آقای رجوی و دار و دستشون، هر دو مثل همن. نوع رفتار عین هم دیگه است، مشت و چاقو و پنج بکس و هفتیر و فخش، جایی که دستشون نمیشه فخش دستشون برسه. دیدیم دیگه با من تو آلمان چه کرد. من همیشه از فیروز گوران خجالت میکشم. این انسان با اون جسه نحیفش خودش انداخت رو من که جلوی مشت و لگدار رو بگیره و پیروان اسلام ناب انقلابی محمدی راه بغداد مشغول زدن من بودن. میخوام بهتون بگم ما در ایران اینا رو نداشتیم، اینا هم بودن یه گوش و کنار، ولی کسانی هم داشتیم که آرزوشون اعتلای نام ایران بود، وحدت و همبستگی، بلکه بازگرداندن پاره های جدا شده. رساله مجد الملک داره جد دکتر امینی که در رابطه با همین خانات ترکستان می نویسه، آدم پشتش می لرزه که چه جور خیانت میرزا آقاخان نوری باعث شد هرات از دست ما رفت، خیوه رفت، مرو رفت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم. هوای ایرونو داری، هوای ایرونو داری.
فقط یار من تو دنیا توی تو فقط تو فقط تو فقط تو همون نگینه بی همتا توی تو فقط تو فقط تو تو می حواس گیج و گمم از خودم گذشته و شب و روز فکر تو هم تو هنوز شازده شرقی بوی قربت نداری توی ذرات تنت هوای ایرونو داری هوای ایرونو داری لبات رنگ سرخ گونه هات قربون راه رفتنت خنده و اخ کردنت قربون اون برق نگاهت برم دختر ایرونی تو مثل یه گل خونه پر از عطر گل میمونی به تو مثل یه گل خونه پر از عطر گل میمونی هنوزم توی خونه عطر تنت روونه توی خواب رو تاخچه عکست پیش رومه شب و روز با تو بودم همیشه آرزومه فقط دل به تو بستم اینو خدا میدونه اینو خدا میدونه نگو نه نگو نه نگو نمیشه نگو نمیشه بیای پیشم بمونی نگو نمیشه نگو نمیشه بی تو میمیرم